سلام، خیلی از مواقع یک سری از فرآیندهای تکمیلی مثل سوراخ‌کاری رو روی مجموعه اسمبلیمون ما انجام میدیم. توی این آموزش می‌خوایم یاد بگیریم چجوری یک سری از فیچرهایی که توی محیط پارت داشتیم رو روی مجموعه اسمبلیمون پیاده سازی بکنیم. من دیوید ظریف‌پور هستم. اگر از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک بکنید و هر سوالی هم در خصوص نرم افزار سایت باکس داشتید میتونید توی بخش کامنت ویدیو ارسال بکنید. ما تو محیط اسمبلی یک سری فیچرهایی که تو محیط پارت داشتیم رو میتونیم روی مجموعه اسمبلیمون هم ایجاد بکنیم. من دو تا قطعه وارد میکنم. این قطعه اول یک کپی از همین قطعه میگیرم. دو تا قطعه رو روی هم اسمبل میکنم. این دو تا سطح روی هم جهت عکس. این دو تا سطح هم باز به هم بچسبن و سطح داخلی این قطعه بچسبه به این قطعه. دو تا قطعه من روی محیط اسمبلی روی هم اسمبل کردم. حالا از قسمت اسمبلی فیچر یک سری دستوراتی که ما توی محیط پارت داشتیم و اینجا هم داریم، مثل سوراخ‌کاری که داریم، مثل دستور کات، ریوال کات، وست کات، فیلت و چمپه، که این دستورات ها اگه دقت کرده باشید ما فقط کاتش رو داریم، دستور باز فیس حجم ایجاد کردنش رو نداریم. من چیکار میکنم؟ میام روی این سطحی اسکچ میکشم، به عنوان مثلا یک دایره اینجا میکشم. از قسمت اسمبلی فیچرز گزینه اکسترود کات رو انتخاب میکنم. ما میتونیم قطعاتی که روی هم هستن رو همزمان با هم کات بکنیم. یعنی من تو محیط اسمبلی اگه یک اسکچ بکشم و یک دستورات انتخاب بکنم، البته فقط کاتش اینجا داریم، ما میتونیم هر قطعه ای رو که سر راه اون اسکچ هست رو کات بکنیم. الان تو قطعه رو با استفاده از این دایره مکسترود کات بکنم، میبینیم که همزمان با هم دو تا دایره خالی میشن و دستور کات اکسترود توی محیط اسمبلی برام سیو میشه، زیر مجموعه قطعات قرار نمیگیره. این مجموعه خیلی کاربردیه برای زمانی که ما یه سری قطعات رو قرار تو محیط اسمبلی به عنوان مثال سوراخ‌کاری انجام بدیم. یه خودمون رو درگیر این نمی‌کنیم که این سوراخ تو این قطعه کجا قرار بگیره، توی قطعه بعدیمون کجا قرار بگیره. تو محیط اسمبلی اون رو اسمبل می‌کنیم و توی محیط اسمبلی اون رو سوراخ‌کاریشو انجام میدیم. باز من دستور رو ادیت می‌کنم. قسمت پایین فیچر اسکاپ یک سری پارامترهایی داره که ما میتونیم قطعات رو هم انتخاب بکنیم کدوم قطعات که در مسیر این اسکچ قرار دارن رو کات بکنه. اینجا الان دو تا قطعه انتخاب شده، ما میتونیم قطعات رو انتخاب کنیم. اینجا گیر سلکشن بکنم، هم فقط بگم قطعه پایینی برای من کات بشه. الان اوکی کنم، ببینیم برای قطعه بالایی چه اتفاقی نیفتاده، برای سوراخ برای قطعه پایینی اعمال شده. نکته بعدی هم که هست، اگه من پارت این قطعات رو باز بکنم، یعنی اگه این مجموعه اسمبلی من سیو بکنم به عنوان مثال دسکتاپ، اگه اون قطعه رو من باز بکنم اونجا به اسم پارت یکی، اون سوراخ من توش نمیبینم. یعنی فقط این سوراخ رو تو محیط اسمبلی من میتونم ببینم، حالا روی یه قطعه اینجا ایجاد شده. ولی کاری که میکنم، حالا اینجا میام سوراخ رو برای جفت قطعات اعمال میکنیم. یه گزینه اینجا داریم Propagate Features to Part. اگه این تیک فعال باشه این سوراخ به قطعه پارت هم اعمال میشه، یعنی اون فایل پارت این قطعه هم من جداگونه باز بکنم این سوراخ رو دیگه میتونم تو اون ببینم. ولی اگه این تیک فعال نباشه فقط این سوراخ رو تو محیط اسمبلی میتونم ببینم. حالا این تیک رو من زدم، بعد این قسمت اسمبلی رو کنترل S سیو میکنم، به من پیغام میده میگه روی این قطعه هم تغییراتی اتفاق افتاده، روی این قطعه میخوای سیو بکنی؟ من میگم سیو آل. وقتی سیو آل بکنیم اون فایل رو باز بکنیم، میبینیم اون سوراخ تو اون فایل هم برمون ایجاد شده به عنوان دستور کات. پس دیگه Propagate Features to Part اگه بخوایم اون فیچری که اعمال کرده ما هر کدوم از این فیچرها این گزینه رو داره، بخوایم به اون پارتمون هم اعمال بشه، یعنی تو محیط پارت همون قطعه ای که داریم باز میکنیم اون فیچر رو ببینیم، بعد اون تیک رو فعال کنیم. حالا باز دستورات دیگه که توی این زیر مجموعه اسم فیچرز داریم، به عنوان مثال سیمپل هول، یه سطح کلیک میکنم برای من سوراخ با یک قطر و یک عمقی ایجاد میکنه.
که اینجا میتونم اوکی کنم و زیر مجموعه این با استفاده از این اسکچی که داره ادیتش بکنم، محل قرارگیری اون رو تغییر بدم، مثلا محلش نسبت به لبه بالایی چقدر باشه. باز تو این دستور هم میبینیم بحث فیچر اسکوپ که برای کدوم قطعات این فیچرمون اعمال بشه و تیک پروپاگیت فیچر تو پار رو داریم. باز این مجموعه رو باز میکنم، فیلت میزنم به عنوان مثال این لبه و این لبه رو همزمان دوتا لبه از دوتا قطعه رو فیلت زدم توی مجموعه اسمبلی. باز میگم این مجموعه برای حالتی کاربرد داره که ما بخوایم یک سری فیچرها رو موقع مونتاژ روی مجموعه پیاده سازی بکنیم که یه هماهنگی بین قطعات برقرار باشه. باز دستورات دیگه‌ای که توی این مجموعه داریم، حالا میتونیم این فیچرامون پترن های مختلفی که آموزش دیدیم رو توی محیط اسمبلی هم ایجاد بکنیم، اینجا اون فیچر رو برامون پترن میکنه. و گزینه بیلد بیت که میتونیم جوشکاری داشته باشیم توی مجموعه اسمبلی که قرار میگیرن روی هم، میتونیم جوشکاری هم داشته باشیم. به عنوان مثال این لبر انتخاب کنم، البته دو تا حالت جوشکاری داریم، ما میتونیم جیومتری هندسه‌مون انتخاب بکنیم که بینشون جوش بزنه، یا بل پس مسیر جوش انتخاب بکنیم. من به عنوان مثال میام این لبر انتخاب میکنم، این لبه به عنوان مسیر جوش حالا با شایی که انتخاب میکنیم و اینجا میتونیم دیفای بل سیمبل علائم جوشکاری هم داشته باشیم. اوکی بکنم برامون لبر رو جوش میزنه. حالا اگه بخوایم حالت نمایشش مثل حالت واقعی باشه، الان چیزی روی این لبه برام نذاشته، فقط یه علامت جوشکاری رو داریم. اگه بخوایم حالتش داشته باشیم از این قسمتش های میتونیم ویو ولدیز رو فعال بکنیم تا اون خط جوش رو هم ببینیم. به این صورت میتونیم روی مجموعه اسمبلیمون هم جوشکاری رو داشته باشیم. باز یه حالت دیگه از اسمبلی فیچر رو انجام بدیم، به عنوان مثال ریوارد کارت. من میام تا اسکریش رو میکشم روی صفحه فرانت این قطعه، یه حالت کره‌ای بخوایم داشته باشیم، از این فیچر خارج میشم و گزینه ریوالو کات انتخاب میکنم. یه اسکچ به عنوان دوران حول این محور ایجاد میکنم، اوکی بکنم. داخل این قطعه چون البته ما نمیبینیم که میتونیم با استفاده دستور سکشن ویو اون رو مشاهده کنی، برای هر دو قطعه یه حالت دورانی که به صورت یک کره در میاد خالی شده.